و دستگیری وزیر علوم آخوند روحانی در فرانسه توسط باند مغلوب به منظور گرفتن رأی اعتماد از باند خامنه‌ای در مجلس ارتجاع. جعفر منفرد به همراه یاران انقلاب از لابلای درختان سیتی یونیورسیتی به صف مجاهدین یورش برده و آنها را از محل تجمع متفرق نمودند. جعفر منفرد در صف اول مبارزه با مجاهدین زجرها و شکنجه‌ها و زندان‌های فرانسه را تحمل می‌کرد. در حالی که جنگ گرگ‌ها بر سر کابینه آخوند روحانی بالا گرفته است، یک رسانه حکومتی از سوابق تروریستی و چماقداری جعفر میلی منفرد وزیر علوم آخوند روحانی علیه دانشجویان مجاهد در فرانسه پرده برداشت و تصریح کرد وی یکی از چماقداران اعزامی خمینی برای فعالیت علیه مجاهدین پس از پرواز رهبر مقاومت به پاریس در مرداد سال 1360 بوده است. روزنامه حکومتی مردم سالاری با عنوان خاطره ای از وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم نوشت: در مورد سوابق علمی و کاردانی دکتر جعفر میلی منفرد کاندیدای این وزارتخانه نیاز به توضیح واضحات نمی باشد، ولی به چند مورد در ارتباط با زمان دانشجویی نام برده و مبارزات وی در فرانسه اشاره می شود. جعفر منفرد زمانی در صف اول مبارزه با مجاهدین در راستای حمایت از انقلاب اسلامی زجرها و شکنجه‌ها و زندان‌های فرانسه را تحمل می‌کرد و در صف اول مدافعان انقلاب اسلامی مقابل جبهه کفر و نفاق که به سرکردگی مجاهدین و با حضور همه جانبه گروهک‌های معاند و ضد انقلاب قرار می‌گرفت. درست به خاطر دارم زمانی که سرکرده مجاهدین از ایران به فرانسه و پاریس فرار کرد و این گروهک از سرتاسر دنیا فراخوان داد تا مقابل نیروهای انجمن اسلامی فرانسه قرار گیرند، جعفر به همراه یاران انقلاب اعم از سلیمانی، معتمدی و دیگران از لابلای درختان سیتی یونیورسیتی به صف مجاهدین که حتی از سوی پلیس و نیروهای فرانسه نیز مورد حمایت قرار گرفته بودند یورش برده و آنها را از محل تجمع متفرق نمودند. چنانچه چنین افراد انقلابی رأی نیاورند، جامعه دانشگاهی ما از داشتن چنین وزیران فرهیخته و انقلابی زجر کشیده دوران پیش از انقلاب محروم خواهد شد. استناد به جنایات سرکوبگرانه علی ربیعی، یک وزیر دیگر آخوند روحانی علیه مجاهدین، به منظور گرفتن رأی اعتماد از مجلس رژیم. در عملیات مرصاد ایشان را که معاون وزیر بودند دیدم که اسلحه به دوش مثل بسیجی می جنگیدند. در مدتی که نطق خودم را داشتم تنظیم می کردم در دفاع از آقای ربیعی، متوجه شدم در فضای مجازی علاوه بر معدود افراطیون داخلی، تعداد زیادی از محاربین و ضد انقلاب خارجی نیز، اهم از منافقین و سایر گورک ها، در سایت ها و تلویزیون های خود اقدام به تخریب چهره این سرباز فداکار نظام کردن که ما متاسفانه شاید این رو بد جلوه بدیم و این سابقه رو سابقه نادرستی برای انگزارتانه بداریم. یادم اومد که دکتر ربیعی در سنگرهای مختلف، در سالها در سنگرهای مختلف من جمله دفاع مقدس بیش از 50 ماه از این نظام دفاع کرده است. همیشه مثل یک سرباز پیاده نظام وفادار و پاک باخته در هر منصبی بدون حاشیه به خدمت مشغول بوده است. یکی از نمایندگان فعلی آقای محمدی نماینده محترم ایلام، ایشون گواهی میداد که در عملیات مرصاد ایشون دیدم زمانی که معاون وزیر بودن اسلحه به دوش مثل یک بسیجی و یک سرباز به عنوان یک پیاده نظام به عنوان یک سرباز می جنگیدن.
در همین حال حکومت آخوندی که قبلا اعلام کرده بود 17,000 تن از مهره‌ها و ماموران و عوامل سرکوبگر آن توسط مجاهدین کیفر یافتند، طبق آماری که آن را به سازمان ملل نسبت داده است اعلام کرد 40,000 تن از مهره‌ها و عاملان سرکوب و جنایت این رژیم توسط مجاهدین کیفر یافتند. اطلاعات آخوندی در این رابطه با همان واژه‌ها و فرهنگ خاص خود نوشت: اخیراً وزارت خارجه آمریکا نام گروهک منافقین را از لیست گروه‌های تروریستی این کشور حذف کرد، در حالی که بر اساس آمارهای سازمان ملل این گروه در جریان جنگ ایران و عراق بیش از 40,000 شهروند بیگناه ایرانی را به شهادت رسانده است.